بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، با من عبدالرحمن محقق خوش آمدید. امارات اسلامی افغانستان در تلاش برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی خود با کشورهای منطقه است و در این راستا روابط با هند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارات اسلامی، اخیراً گفته که حکومت امارات اسلامی افغانستان به دنبال تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با هند می باشد و از کمک های هند در زمینه های مختلف تشکر کرده است. در این حال وزیر خارجه هند شنکر نیز تأکید کرده که کشورش متحد به کمک به افغانستان در زمینه های مختلف است. برای بررسی ابعاد مختلف این روابط و تأثیرات آن بر آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان بحث میکنیم با محترم نقیب‌الله عمرخیل، آگاه مسائل سیاسی، که از طریق خط تلفن در برنامه با ما وصل هستند. جناب عمرخیل صاحب سلام، وقت شما بخیر. بسیار زیاد تشکر از اینکه به بحث ما فرصت گذاشتین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما و استانداردکاران تکنیک شما. امید که جور و سعادتمند باشین در خدمت تشکر، سلامت باشین. جناب مرخیل صاحب، به عنوان نخستین پرسش بپرسمین که با توجه به تلاش های اخیر امارات اسلامی افغانستان برای تقویت روابط با هند، این حرکت را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ با کشور هند که یک کشوری هست که همیشه وقت با مردم افغانستان اونا یاری کردن و سطوح‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با مردم افغانستان همیشه همکار بودن، به خصوص در این 3 سال اخیر. همچنین حکومت امارات اسلامی نه تنها که با حکومت دوستان خواهان حضی هستند، روابط سیاسی و اقتصادیشان در منطقه و فرامنطقه گسترده بیابه و تلاش هایشان همی از شوق با کشورهای مختلف صحبت ها و دید و بازدید هایی داشتن از لحاظ سیاسی و اقتصادی، تا بتانند که افغانستان با تمام کشورهای یک روابط سیاسی و اقتصادی منظم و منسجم داشته باشد، بخصوص با کشورهای همسایه افغانستان که امروز ما و شما میبینیم با کشور هند ما یک روابط بسیار نیک داریم، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ دیپلماتیک و هم از لحاظ اقتصادی. و همیشه وقت حکومت هندستان در افغانستان کمک های انگشتی کردن، کمک های قابل ملاحظه در افغانستان اونا کردن، سر زیربنای افغانستان کار کردن، در افغانای حزیز ما، برای جوانای حزیز ما بوسه های تحصیلی را دادن و تمام افغانهای حزیز ما و جوانای حزیز ما یک قسمت در هندستان فعلا مصروف تدریس آموزش هستند در بخش های مقطعی مختلف، مثلا مستری، لسانس، دکترا. و همچنان حکومت هندستان همیشه خواسته که روابطش با حکومت افغانستان بهتر و خوبتر باشه. بنابراین از این وایدا و آشکار است که حکومت امارات اسلامی افغانستان هم تلاشش همی است که با تمام کشورها به خصوص با هندستان یک روابط منظم و منسجمی داشته باشد، تا بتوانند با اون اهداف نیکی که دارن نایده. عمر خط صاحب، چه فکر میکنین تقویت روابط سیاسی با هند چه تأثیری بر موقعیت افغانستان در منطقه و در سطح بین المللی خواهد داشت؟ خب تقویت هر چقدر که بهتر و خوبتر و منظمتر حکومت امارات اسلامی تصامیم اتخاذ کنند در قسمت ازی که با کشورهای همسایه چه قسم بتانند اینا روابط سیاسی و اقتصادی خود منظمتر بسازند، همه قدر حکومت امارات اسلامی افغانستان دستشان در این حصه بالا خواهد بود. و امروز ما میبینیم که تلاش بسیار زیادی کردن مقامات امارات اسلامی افغانستان، بخصوص وزارت های زیرک در این قسمت که با کشورهای مختلف و کشورهای منطقه و فرامنطقه یک رابط نیک داشته باشند، بخصوص با همسایه افغانستان. چرا افغانستان هم یک کشور استراتژیک از بین کشورها و از لحاظ صادرات و همچنان
تجارت‌های بزرگ و بزرگ انگانستان یک کشوری هست که میتونه اینا بسیار به شکل منظم بکنن. بعض کشورها خصوص کشورهای همسایه افغانستان و هندوستان امروز خواهان هزی هستند که با افغانستان یک روابط منسجم و منظم داشته باشند، هم از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی با حکومت امارت اسلامی افغانستان یک صدا هستند. و این به شما بهتر معلوم است که این کوشش ها نه تنها از کشور هندوستان بوده، بلکه کوشش ها و تلاش های خستگی ناپذیر حکومت امارت اسلامی افغانستان بوده که در 3 سال گذشته اینا انجام دادن. و امروز ما نتیجه شا میبینیم که کشورها هستن که از هر لحاظ افغانستان کمک و یاری میکنن. و در قسمت از این که هر چقدر که توسعه بیافه با کشورهای منطقه و فرامنطقه، کشورهای غربی، این روابط بیشتر شد و همانقدر بالای کشورهای دیگر هم تاثیر خود داره و همچنان کشورهای دیگر هم از اینا دیده می کنند که با افغانستان کمک های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشند. به خصوص کشور هندوستان، بیشتر ما بیشتر هم حرف کردم که کشور هندوستان نه تنها در 3 سال اخیر در گذشته ها در افغانستان بسیار کمک های بزرگی داشتن، در افغانستان سر زیربنای افغانستان کار کردن و مهمتر هستی که شما دیدین که پروژه های بسیار مهمی رو در افغانستان اونا زیر کار داشتن و به خبرداری سپردن، که یکیش هم ما و شما می پارلمان افغانستان رو میبینیم که یه را کشور هندوستان بر ما و شما دور کردن. منظور هر چقدر روابط با تمام کشورها که امروز بسن کشورها با این متقید هستند که افغانستان باید تمام مشکلات از رای دیپلماتیک حل بکنیم و این کشورها درک کردند که نباید از لحاظ دیپلماتیک مو کم بیایم در منطقه و فرامنطقه، بخصوص کشورهای همسایه، و تلاششان همی است که در افغانستان اینا کمک‌ها داشته باشن از لحاظ سیاسی و اقتصادی تا که دارن و اهداف حکومت امارت اسلامی افغانستان دارن با این کشورها اینا روابط پیدا کنن. به مو اندازه حکومت امارت اسلامی افغانستان دست بلند خواهد داشت و مردم افغانستان روابط نیک کشورهای دیگر و امارت اسلامی افغانستان فایده هزینه خواهد بودن. به این ملحوظ است که کشور هندوستان همیشه تلاشش همی بوده که بتونه هزی طریق رقبای سیاسی خود کنار بزنه. شما در جریان بودیم که رقبای سیاسی کشور هندوستان هم در منطقه و فرامنطقه وجود دارن و افغانستان بیشتر یاد کردیم که منطقه استراتژیک است و هندوستان هزی مخواهدان میخواهد با افغانستان همکاری داشته باشد تا بتانه که همون رقبای سیاسی خود هزی طریق جناب مرخیر سیب، حالا با توجه به تاریخچه روابط میان افغانستان و هند، شما چه چیز را مشاهده کردین در این اواخر؟ چقدر همه روابط با هند گسترش پیدا کرده؟ خب ببینید، هندوستان نه در 3 سال اخیر بلکه در گذشته هم کمک های هنگفتی به افغانستان داشته و روابط نیکی داشته و بالاخره در 3 سال اخیر هندوستان خواسته که بیشتر با حکومت افغانستان و مردم افغانستان نزدیکی داشته باشه از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی، که بیشتر بر مردم افغانستان مهم و هم هست. شما ببینید در قسمت تجارت با هندوستان، صادرات و واردات در افغانستان و هندوستان، امروز تجارت ملی افغانستان به کشور هندوستان سفر میکنن و از اینجا وارداتی دارن، صادراتی دارن. در قسمت اقتصادی و از لحاظ سیاسی هم اگر ما و شما ببینیم، هندوستان همیشه تلاش کرده در مجالس های بسیار مهم و زنده بین المللی که از افغانستان به یک نوع دفاع بکنه و مردم کشورهای غربی را به این متقاعد بکنن که به جز تعامل با افغانستان دیگر هیچ رایی ندارن. از لحاظ تحصیلی هم ما پیشتر یاد کردم که امروز کشور هندوستان بزرگترین کشوری است که در افغانستان بورسای تحصیلی برای هموطنان عزیز ما، برای جوانای عزیز ما در مقطع‌های مختلف ادامه میکنن و شما میبینید که اونا عملا در حالت آموزش بخش‌های مختلف لیسانس، ماستری و
مقده دکترا هستن. این بسیار یک گفت هرزنده از به مردم افغانستان. ولی ما کشورهای دیگه هم همسایه داریم که به این پیمانه ای که اندستان با افغانستان کمک و یاری میکنن، کشورهایی که نزدیکتر هستن و هم دین و هم زبان افغانستان هستن، به این پیمانه علاقمندی به افغانستان نشان نمیتن. نه تنها که علاقمندی نشان نمیتن، بعض بگومگوهای سیاسی خودم دارن، فشارهای خودم دارن به حکومت امارت اسلامی افغانستان. اگر ما و شما متوجه شده باشیم، کشورهای همسایه ما دارن که شما ببینیم که ابزار سیاسی موجودین افغانستان را تلقی میکنن. بنی قسم اندوستان هم موجودین افغانستان اونجا داره و در افغانستان، در اندوستان ادبای افغانستان اونجا حضور دارن و کاربار دارن. نقدر فشار سیاسی بالای ادبای افغانستان به هیچ وقت نیاوردن، به خصوص در 3 سال گذشته. بنان کشورهایی هستن که از نزدیکتر هستن حسن کرده به افغانستان، اما متاسفانه که همیشه در زندازه کردن در این قسمت. اما کشور هندوستان همیشه وقت خواستار هزی بوده که یک نظام سل، یک نظام پایدار و سلامیز افغانستان باشه و یک حکومت باشه که یک قلب آتنگوی تمام مشکلات مردم افغانستان در افغانستان باشه. و امروز در ما شما به چشم سر خود مشاهده میکنیم یه از درایت و امودقت دبلوماسی اندستان است که امروز حکومت امارت اسلامی افغانستان باید رابط منظم و متجمع نگیرد. سرزاد تشکر جناب مرخیل سب. شنوندگان محترم، ادامه بحث را پس از یک وقفه کوتاه شنونده باشید. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پروانه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. در اوریدونکو و مسئولینو سره خبری اتری در برنامه 34 چلور دیرش خپرونه. با چلور دیرش خپرونه کی بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. دوباره خوش آمدین شنوندگان محترم به ادامه برنامه بینش و پرسش. جناب مرخیل سب، نقش هند در بازسازی و توسعه افغانستان چگونه میتونه به ثبات سیاسی در کشور کمک کنه؟ خب ببینید، نقش هندستان در افغانستان بسیار برجسته هست. از لحاظ از این که حکومت هندستان همیشه در تلاش از این بوده که با افغانستان یاری بکنه در قسمت بازسازی، در قسمت تعلیم و تربیت، در قسمت سیاست، در قسمت صادرات واردات، نه پیشتری موضوعات تمامش حرف کردم. ولی یک نقش مهم و اساسی و سازنده را در افغانستان هندستان بازی میکنه. شما ببینید که حکومت هندستان همیشه بار بار تقاضایشان از جامعه بین المللی و کشورهای منطقه و فرامنطقه در جلسات بسیار بزرگ سازمان ملل و کشورهای غربی، اینا همیشه وقت خواستار هزی شدن که در افغانستان باید یک صلح پایدار بیاید و در ضمن از این که صلح پایدار بیاید با افغانستان باید کمک های بشر دوستانه، البته کمک های بشر دوستانه همیشه وقت در جریان باشه. و ثبات سیاسی هندستان در افغانستان بسیار یک نقش مهمی را داره. اگر خدای نخواسته هندستان هیره درک کرده، اگر افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی و امنیتی اگر ثبات نداشته باشه، ایره اونا درک کردن که هندستان هم نخواد داشت و دامنگیر از اونام خواهد شد. کشورهای همسایه ما و شما که فعلا در ما همسایه کشورهای ما هستن که اونا این موضوع رو درک نکردن، همیقتر سرش فکر نکردن و بازیچه سیاسی خود ساختن این موضوع رو، متاسفانه که اونا بسیار یک اشتباهی کلان کردن. اما هندستان با مو دبلوماسی عالی که داره و با مو درک و فهم منطقوی که داره
افغانستان از لحاظ استراتژیک یک خانه مشترک خود میدانه. به این لحاظ که من پیشتر عرض کردم که نقش و ثبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی افغانستان هندوستانی را درک کرده که وابسته هندوستان است. به این ملحوظ نقش بسیار هندر هندوستان بازی میکنه و همیشه تلاش ازی است که امو خطاها و امو بگومگوهایی که صورت میگیره با کشورهای همسایه افغانستان، هونا به شکل مستقیم و غیر مستقیم دخالت میکنن و شما دیدین که طرفداری از افغانستان میکنن. به این خاطر که امنیت ثبات افغانستان درک کردن، همه پیشتر حس کردم، باز همیده تاکید میکنم که هندوستان میفهمانی درک کردن اگر در افغانستان وضعیت اقتصادی افغانستان، مردم افغانستان، وضعیت امنیتیشان، وضعیت تمام وضعیتایی که در یک کشور وجود می داشته باشه اگر خراب باشه، دامنگیر کشور اول دامنگیر کشورهای همسایش میشه. بنان ایره حکومت هندوستان به خوبی درک کردن و ایره مردم افغانستان استقبال میکنه. حکومت امارت اسلامی هم به این ملحوظ است که شما ببینید که یک روابط بسیار منظم و منسجم با کشور هندوستان دارند و کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه افغانستان متاسفانه که این موضوع را به درستی درک نکردند و این دامنگیر خودشان یک روز میشن. به این فکر نباشند که افغانستان اگر از لحاظ سیاسی و امنیتی وضعیت خوبی نداشته باشند آسیب بر ما نمیرسانند، ولی برعکس است. اگر کشورهای منطقه مثلا کشورهای همسایه اگر امنیتی خوبی نداشته باشند خود طبعا به افغانستان هم ضربه میرسه. بنابراین کشورها باید توجه خاص به این موضوع داشته باشند و خوشبختانه که هندوستان در این عرصه بسیار پیشقدم بوده و یک نقش اساسی را در ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان همیشه بازی کردن و بازی میکنن. عمر خیر صاحب، چگونه میتوان از تجارب دیپلماتیک هند در منطقه برای تقویت جایگاه افغانستان در مذاکرات منطقه‌ای و بین المللی استفاده کرد؟ خب ببینید، ما هندوستان هم یک کشوری هست که من بیشتر حس کردم که اونا از لحاظ دیپلماتیک بسیار یک موفقیت بزرگ دست دارن یا دستیابی دارن، به خاطر از این که امروز که ما شما میبینید که با افغانستان روابط نیک داره و با همسایه خود هم همقدر روابط نیک و نزدیک داره، این از یک درایت دیپلماسی منظم و منسجم میشه که هندوستان هم همیشه وقت از امو دیپلماسی خوبی برخوردار بوده که کشورش امروز به شکل منظم و منسجمترش طرف پیشرفت و ترقی روان است. اگر اونا یک دیپلماسی خوب نمی داشتن، یک لابیگر خوب نمی بودن به کشور خود، امروز اونا نمی تانستن که با مرتبای سیاسی و اقتصادی خود مبارزه بکنن. ایده ما و شما بر ما و شما شاید اگر پساده باشه، اما هندوستانی را خوب درک میکنه که و ما هم میره به خوبی درک میکنیم که هندوستان هم یک کشوری است که رقیبای سیاسی بسیار قوی خود داره، اما هندوستان با مو تجربهی که داره و با مو درایت سیاسی که دارن تمام مو مشکلات و موضوعات حل کردن از رای دیپلماتیک، امیدواری از این میره که و افغانستان هم از لحاظ استراتژیک و از لحاظ یک همسایه نیک اینا یاری بکنن و تجربه نیک خود با افغانستان شریک بکنن تا بتانن مردم افغانستان و حکومت امارت اسلامی افغانستان هم هزی کار نیک اونا مستفید شوند، با کشورهای منطقه و فرامنطقه از لحاظ سیاسی و اقتصادی یک موضوع مهم و اساسی است که ما چقدر میتانیم که یک دیپلماسی عالی داشته باشه. من هم ناگفته نباید گذاشت که حکومت امارات اسلامی افغانستان هم تلاششان همو بوده و موفقیتشان در عرصه دیپلماتیک چشم پوشی نمیشه و هیچ وقت باید کسی از حقایق چشم پوشی نکنه که بسیار دست بالایی داشتن و توانستن که در این 3 سال گذشته کشورهای بسیار مهمه اونا قناعت بتن و به قناعتشان رسیدگی صورت بگیره تا بتانن که به افغانستان امروز کمک های مادی و معنوی خود داشته باشه مثل هندوستان. حکومت امارت اسلامی افغانستان هم در این عرصه موفق بودن و کوششان همی است که دگام تلاش باید بکنن که
بتانن از لحاظ سیاسی و اقتصادی بخصوص از طریق دیپلماتیک تمام کشورها را قناعت حاصل بکنن و مشکلاتی که در افغانستان کم کاست وجود دارید ارتیاجل از بین ببنید. جناب مرخصی، اگر مشخصاً اشاره بکنین، هند میتواند به عنوان یک میانجی در حل مسائل منطقه‌ای نقش آفرینی بکنه؟ بسیار عرض بسیار بجا فرمودین مرخص صاحب. بله، هند کشوری هست که میتونه یک لابیگر خوب برای افغانستان باشه و در ضمن ازی برای کشورهای منطقه و فرامنطقه، بخصوص با کشورهای همسایه ما میتونه که یک لابیگر خوب باشه و میتونه که این کشورها را به یک لحاظ به یک شکل قناعت بده تا بتانند که همسایه افغانستان قناعتشان حاصل شوند و از این بگومگوها دیگه دست بکشند. هندستان میتونه که این کار را بکنه، بسیار به وجه حسنش و کوشش شاه هندستان هم همی است که این کار انجام بده و حکومت امارت اسلامی افغانستان هم در تلاش ازی است که اول باید کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان اینا قناعتشان حاصل بکنه و این کشور هندستان میتونه که با از تمام لحاظ افغانستان کمک بکنه، بخصوص از این لحاظ که بتونه کشورهای همسایه افغانستان قناعت بده، بازم این قسم به منطقه و فرامنطقه ای دست ای بسیار دست بالا داره در این قسمت هندستان و کشورهای هم هستند که حرف هندستان را گوش میکنن و هندستان هم پیشتر یادآوری کردم که از یک دیپلماسی خاصی در منطقه و فرامنطقه برخوردار است. جناب مرخصی، شما پیشتر هم اشاره کردین، گفتین که در زمینه تحصیلی جوانان افغان کشور هند بسیار یک میزبان خوب بوده. میخوایم بپرسیم این که همکاری های فرهنگی و آموزشی بین افغانستان و هند چه تأثیری میتونه بر روابط دیپلماتیک دو کشور داشته باشه و آیا این همکاری ها میتونه به بهبود تصویر بین المللی افغانستان کمک کنه؟ دقیقا شما ببینین که هندستان، ما پیشتر هم یاد کردم، باز میخواییم اینه تکرار بکنم که صدها جوان افغان امروز در مقطاع مختلف در هندستان مصروف تحصیل هستند. از لحاظ فرهنگی هم اونا، شما ببینین اگر ما شما به سکتور خصوصی افغانستان مراجعه بکنیم، به خصوص وزارت تجارت افغانستان، امروز برین به صدها دکتر هندی در افغانستان امروز مصدر خدمت به هموطنان عزیز ما در افغانستان هستند. در سکتورهای مختلف، نه تنها در صحت بلکه در سکتورهای مختلف. ببینین این نشان دهنده هزی است که حکومت هندستان و افغانستان در تلاش هزی هستند که روابطشان بسیار یک روابط تنگاتنگ باشه و از لحاظ فرهنگی یک روابطی باشه که بتونه دو کشور با هم دیگر یک دوستی و محبت خاصی داشته باشه. از این ملحوظ اگر شما ببینید حکومت هندستان همیشه وقت در تلاش از این بوده که یک روابط منظم و منسجم در هر قسمت با حکومت افغانستان داشته باشه، بخصوص در قسمت اقتصاد و فرهنگ و همچنان در قسمت امنیت و کمک های بشر دوستانه و در ضمن ازی برای بسیار مهم و اساسی که از برای کادرهای افغانستان که امروز اونا میزبانی میکنن و جوانای افغانستان اونجا به مقطای مختلف تحصیل میکنن، بسیار یک بسیار حرف مهم است و هر زنده است به مردم افغانستان و ما نباید فراموش بکنیم که هندستان در 40 سال گذشته با افغانستان دوستی خود داشته و بسیار همکاری های مهمی در هر قسمت در افغانستان داشتن و امروز به او ادامه میتن و شما دیدین که مقامات هندستان هم تایید کردن که ما با افغانستان کمک های خود همیشه خواهیم داشت و انشاءالله که با مردم افغانستان یک جای استادگی خواهیم کرد. بسیار زیاد تشکر جناب مرخصی از این که به بحث برنامه ما فرصت گذاشتین. با عزت باشین، وقت شما هم خوش، تشکر خدا. و شنوندگان محترم، از شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بودین. خدا نگهدار.